سلام، خوش اومدید به برنامه رنگ زندگی. بازم یه هفته دیگه مهمون خونه های گرم شما هستیم. امروز میخوایم در مورد بهداشت دهان و دندان صحبت کنیم، در مورد نکات آشپزی و خونه‌داری و بعد هم یه مقدار در مورد گوشامون صحبت کنیم و در آخر هم به یک مسئله خیلی مهم در زندگی خانم ها بپردازیم. پس مثل هر هفته با ما همراه باشید. لخ شدن دندون یا تحلیل لثه بیماریه که در اثر کاهش بافت پیرامون دندون بروز میکنه و ریشه دندون نمایان میشه. عفونت لثه رو میتونیم به عنوان یکی از مهمترین علتهای این مشکل دونست. زمانی که باکتری های طبیعی موجود در دهان بیش از اندازه تکثیر بشن، در وهله اول باعث التهاب لثه میشه و اگر تشخیص و درمان نشه به تدریج باعث کاهش استخوان محافظ دندون میشه و عفونت لثه بروز میکنه. دندون ها اگر کاملا هم سالم باشن ولی مراقبت کافی نشه ازشون، باعث میشه که لق بشن و بیفتن. بیماری عفونت لثه یک بیماری موذیه که دارای علائم دردناکیه و زمانی بروز میکنه که بیماری تا مرحله زیادی پیشرفت کرده. استعمال دخانیات علاوه بر عفونت لثه میتونه علائم بیماری رو تا مدت‌های طولانی پنهان نگه داره. هدف از درمان مشکل حذف باکتری ها و عوامل بیماریزاست. اساسا تکنیک درست مسواک زدن در مورد لثه ها توسط دندون پزشک ها توصیه شده و زمانی که تشخیص داده شد مبتلا شدیم به عفونت لثه، باید 3 تا 6 ماه مرتبا به پزشک مراجعه کنیم و روند پیشرفت بیماری بررسی بشه. و در آخر هم تکنیک درست مسواک زدن روزی 2 بار و دست کم 2 دقیقه توسط دندون پزشکا توصیه شده. همچنین عفونت لثه یک علائمی داره که اون هم خونریزی لثه است. خیلی از بیمارا تا مدت‌های طولانی دارای خونریزی لثه هستن ولی به پزشک مراجعه نمی کنن. زمانی به پزشک مراجعه می کنن که یا دندونشون درد می کنه یا آبسه کرده. ولی باید بهتون بگم که خونریزی لثه موقع مسواک زدن به عنوان یک زنگ خطره و باید مهم تلقی بشه و اگر در افراد خانوادهتون کسی دچار این مشکله باید جدی تلقی بشه. با ما همراه باشید، برمیگردیم. زبان سفید چیه و آیا لازمه به پزشک مراجعه کنیم؟ زبان سفید پوششی از باقی مونده مواد غذایی، باکتری ها و سلول های مرده روی زبونه که به اون ظاهری سفید رنگ میده. اگرچه زبان سفید خیلی وقتا موقتیه و بی خطره، ولی میتونه به عنوان یه هشدار باشه. خیلی وقتا میتونه علائم بیماری های همچون عفونت تا مراحل پیش از سرطان باشه. پس اگه در مورد تغییر رنگ زبانتون نگران هستید، حتما به پزشک مراجعه کنید، چون زبان سفید در اثر رشد مضاعف و تورم پاپیلاهای روی زبونه و ظاهر سفید رنگ از باقی مونده مواد غذایی، باکتری ها و سلول های مرده روی زبون که بین این پاپیلاهای ملتهب و بزرگی کردن به وجود میاد. از عواملی که باعث ظاهر سفید رنگ زبون میشه میتونیم به بهداشت بد دهان، نوشیدن الکل، استعمال دخانیات، کماب شدن بدن و همچنین داشتن رژیم غذایی سرشار از غذاهای نرم و خمیری اشاره کنیم. از جمله بیماری هایی هم که با تغییر رنگ زبان در ارتباطن میتونیم به HIV، سرطان زبان و دهان، برفک زبانی و زبان جغرافیایی اشاره کنیم. اما شاید براتون جای سوال باشه که واقعا لازمه به پزشک مراجعه کنیم؟ باید بهتون بگم خیلی وقتا با مسواک زدن روی زبان و نوشیدن آب به اندازه کافی این مشکل برطرف میشه. ولی اگه این مشکل تا مدت‌های طولانی، یعنی بیشتر از 1 هفته طول کشید و زبان آسیب هم دید، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در این بخش
میخوایم در مورد نکات خانه‌داری و آشپزی صحبت کنیم. اولین نکته در مورد طبخ برنجه. اگه دوست دارید برنجی سفید داشته باشین و خمیر نشه، میتونید چند قطره آب لیمو به آب برنجتون اضافه کنید. و اما نکته بعدی در مورد نمکه. همه ما میدونیم اضافه کردن نمک در ابتدا به غذا باعث میشه، مخصوصا به گوشت، باعث میشه که طعم گوشت از بین بره و همچنین طبخ اون طولانی بشه. ولی اضافه کردن نمک به ماهی در ابتدای طبخ باعث میشه که طعم فوق‌العاده‌ای بگیره ماهی. نکته بعدی در مورد باز کردن یخ ماهیه. بهترین روش برای آب کردن یخ ماهی قرار دادن اون درون شیره. علاوه بر این که یخ اون به راحتی باز میشه، طعم فوق‌العاده‌ای به ماهی میده. و اما نکته بعدی در مورد کباب کردنه. قبل از کباب کردن حتما سیخ و دستگاه کباب پز رو چرب کنید. اگه دوست دارید دونات هاتون روغن زیاد به خودش جذب نکنه، میتونید یه قاشق سرکه به روغن دونات اضافه کنید. خرد کردن کاهو با چاقو باعث میشه که محل برش خورده تیره بشه. پس بهتر این کار رو با دست انجام بدید. خیلی راحته که شما بیان از یه قاشق شیاردار استفاده کنید و ماده کیکتون رو درون قالب بریزید. این کار باعث میشه که حبابی درون ماده کیکتون ایجاد نشه. و اما نکته بعدی اینه که اگه میخواید ماهی رو بیشتر از یک روز فریزر کنید، حتما اون رو آغشته به نمک و زردچوبه کنید. و اما نکته بعدی یک چیز خیلی جالبه. میتونید یک مقدار کره، مثلا 115 گرم کره رو با 6 دونه سیر و جعفری میکس کنید و درون فریزر نگه دارید. اون رو میتونید به غذاهاتون اضافه کنید. حتما امتحان کنید. طعم فوق‌العاده‌ای به غذاهای شما میده. یه سر به اتاق فرما میزنیم و برمیگردیم. وقتی از حمام میایم بیرون و احساس شادابی و تندرستی میکنیم، به این فکر میکنیم که تنها یه کار مونده که با انجام دادن اون بهداشت بدنمون رو تموم کنیم. اون هم تمیز کردن گوشامونه. پس گوش باکن رو بر میداریم و وارد کانال گوشمون میکنیم و به اون نگاه میکنیم که زرد مایل به قهوه شده. باید بهتون بگم این کار اصلا خوب نیست و میتونه شنواییمون رو دچار اختلال کنه. چون به طور طبیعی از جدار کانال گوش مادهی به اسم واکس ترشح میشه. این واکس ها دارای سه ویژگی هن: تلخ، چسبناکی و همچنین حاوی مواد ضد عفونی کننده هستن. تلخی و چسبناکی اون مانع ورود حشرات به درون گوش میشه، مخصوصا موقع خواب، و حاوی مواد ضد عفونی کننده است که گوش رو سالم نگه میداره. به طور طبیعی این واکس ها در معرض هوای گوش قرار میگیرن و خشک میشن و در اثر دو مکانیسم طبیعی که صحبت کردن و حرف زدن به خارج از گوش هدایت میشن. در دو تا مکانیسم کف کانال گوش دچار لرزش میشه و این واکس ها به بیرون هدایت میشن. ولی چه اتفاقی میفته زمانی که شما گوش باکن رو وارد کانال گوش میکنید؟ وقتی شما گوش باکن رو وارد کانال گوشتون میکنید، این ترشحات رو به عقب و به پرده گوشتون نزدیک میکنید. حتی از محلی که با لرزش این واکس ها به بیرون هدایت میشدن دورتر میکنید. هر زمان که شما حمام میرید، آبی که وارد گوشتون میشه جذب این واکس ها میشه. در نتیجه شنیدن شما دچار اختلال میشه و چاره ای نداره جز اینکه به پزشک مراجعه کنید. اگه یه نگاهی به تاریخچه شستشوی گوش بندازید، میبینید تقریبا با ورود گوش باکن ها همزبان بوده. باید بهتون میگم در علم پزشکی چیزی به عنوان گوش باکن تولید نشده و از اون برای انتقال دارو به قسمت هایی از بدن استفاده میشده که با دست امکان پذیر نبوده. جایی نرید، برمیگردیم.
آیا استحمام در دوران قاعدگی خطرناکه؟ استحمام در دوران قاعدگی نه تنها خطرناک نیست، بلکه تمامی پزشکان توصیه کردن خانم ها در این دوران استحمام روزانه داشته باشند. دکتر محمد رضا سفری نژاد متخصص اورولوژی گفته که این یک باور غلط و غیر علمیه که استحمام در دوران قاعدگی باعث عفونت رحم، نازایی و حتی سرطان رحم میشه. ولی متاسفانه بین خیلی از خانم ها این مطلب رواج پیدا کرده. پس استحمام در دوران قاعدگی نه تنها خطرناک نیست، بلکه لازمه. فقط توصیه شده تا جای ممکن استحمام به صورت ایستاده انجام بگیره. از طرف دیگه استفاده بیش از اندازه بعضی از خانم ها از مواد شوینده آلت تناسلی باعث برهم زدن محیط طبیعی واژن میشه و خطر ابتلا به عفونت قارچی رو بالا میبره. از طرف دیگه هم توصیه شده خانم‌ها مخصوصا در سفر از پوشیدن شلوارهای تنگ و چسبون اجتناب کنن و تا جای ممکن از لباس‌های زیر نخی استفاده کنن و به صورت روزانه اون رو عوض کنن. همچنین توصیه شده خانم‌ها از لبنیات مخصوصا ماست زیاد استفاده کنن. پایان برنامه این هفتمون رسیدیم. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. امیدوارم تونسته باشیم اطلاعاتی مختصر و مفید در اختیار شما عزیزان بذاریم. باید بهتون بگم مثل هر هفته ما منتظر نظرات و انتقادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه دریملند هستیم. امیدوارم زیباترین لبخندها بر لبانتون و قشنگترین چشمها بدرقه راهتون باشه. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.